فاطمه گرگان گفته آقا شما مش دزد هستین اومدین اینجا دزدی، ما به شما پول میدیم. میخونم خدمتتون این کتاب تاریخ هزار و تقریبا 100 سال پیش نوشته شده، اینو بنده ننوشتم، بزرگترین مورخ اسلام نوشته. خب میگوید که و یزید کس فرستاد و مدد همی خواهد و از هر کجا سپاه نزدیکتر بود برسد و یزید اندر این وقت با تو صلح بکند و اگر مددش برسد اجابت صلح نکند. یه نفر رفته به اون حاکم گرگان گفته این یزید که اومده اینجا، یزید ابن محلب، این آدم فرستاده از عربا داره لشکر میاد، حالا که ضعیفه حاضر صلح کنه، ولی اگر لشکرش قوی شد دیگه با تو صلح نمیکنه، حواست باشه. و نزدیک من تدبیر آن است که با او صلح کنی تا بازگردد و به گرگان باز شود و خشم و تیزی با ایشان برود از بهر آن که قهر کرد. اسفهبد گفت وی حق یا حیان، من شنیدم که یزید با تو جفا کرده است و از تو 200,000 درم بستد، اکنون همی رسولی کنی او را. این کسی که برده بوده با یزید اختلاف داشته، میگه که من تعجب میکنم به تو هم که ظلم کرده، تو چگونه چیز میکنی؟ خیلی خوب. حیان گفت راست گفتی، ولی که نصیحت تو و از آن او دست باز ندارم، یعنی من به نصیحت کردن به او و نصیحت کردن به تو دست نمیکشم علی رغم همین ظلمی که من کرده و از بحر جفاهای او، و اگر تو نیز عاجز شوی از اون که بر صلح افتد هم یاری کنم به مال. و بر این نمط سخنها همی گفت تا اسفهبد را بفریفت و صلح افکن میان او و میان یزید بر 700,000 درم، یعنی 700,000 سکه گرگانیا بیچاره بدن به این دزد سرگردنه که به نام الله اسلام آمده بود برای غارت تا صلح کنه. این تنها نیستا، 700,000 درم و بر 400 خروار زعفران یا بهایش و 400 غلام، بر سر هر غلامی طبقی سیمین و بر هر سر هر طبقی تیلسانی و پارچه‌ای حریر و انگشتری زرین یا سیمین. اینا هم جزء اون نه تنها 700,000 درم بگیره، اینا هم بهش بگیره. خیلی خوب، یک ثروت عمده‌ای بوده، اینا سر و آبادانی ایران میشد، میرفت تو شکم مفخرای جزیره العرب. باید شما اینا رو بدونی هموطن که این چه هزینه ای ما پرداخت کردیم. آقا مسلمون شدن که اینقدر هزینه نداره که پدرشان، که آقا ما نوکر شما هم هستیم، الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، دیگه اینقدر دزدی و اموال بردن نداره که بابا جان. هنوز ما داریم هزینه این گرسنگان بیابان‌ها رو ما داریم میدیم، نمایندگاشون از خودمون شدن. این جامعه ایرانی چه میزان هزینه بابت مسلمون شدن باید پرداخت کنه، اینو باید معلوم کنیم. آقا ببینیم آقا چه هزینه ای باید داد برای تغییر یک دین. تا ابد باید غلام و نوکر بود و در بدبختی و اسارت زیست بابت اینکه یک کسی در مدینه گفته من پیغمبرم. اینقدر باید بترسیم ما و خون بدهیم بابت این دین خدایی یا چی؟ یکی کسی باید جواب بده ببینیم بابا جان. خب یزید شاد شد و اون مال بگرفت و به گرگان بازگشت، سوگند خود که اگر ظفر یابد بر ایشان شمشیر از ایشان بر ندارد تا از خونشان آسیا بگرداند تا گندم آس کند و اون را بپزد و بخورد. و آگاهی به مرزبان رسید، بگریخ و اندر آن قلعه شد به کوهندر و اون را به حصار گرفت، یعنی پشتش پنهان شد. و اون قلعه بود اندر میان بیشه و سخت استوار بود و چنین و چنان. باری پول گرفته گفته که من این پول گرفتم ولی دسترسی پیدا کنم به این مردم انقدر میکشم که از خونشون آسیا بگردانم و نان بخورم. خب حالا بعد اینجا پس دیگر روز بفرمود، من کوتاه میکنم داستان رو. پس دیگر روز یزید بفرمود تا به لشکرگاه اندر به هر جایی آتش افروختن. اینجا اونجاییست که قلعه رو گرفته. و مردمان قلعه چون را بدیدن بترسیدن و هر را بیاراستن و بیرون آمدن. یزید بفرمود تا نماز پیشین و نماز دیگر به یک جا به جمع کردن و هر بندر پیوستن و حیاج با اون گروه که رفته بودن اون شب برفتن و روز دیگر به قلعه بودن. و یزید از این سو حرب همی کرد و گرگانیان از پس ایمن بودن و آگاهی نداشتن، یعنی فکر میکردن پشتشون پره در حالی که عده رفته بودن از پشت قلعه آمده بودن. پس گرگانیان میگوید از پس ایمن بودن و آگاهی نشدن تا تکبیر مسلمانان شنیدن از سر قلعه و صلح خواستند بر اون که بر حکم یزید فرود آیند و بیامدن و پیش او شدن. حالا اینا گفتن صلح خواستن، شمشیرشون گذاشتن اومدن پیش این سردار اسلام. یزید بفرمود تا زنان و کودکانشون را برده کردن.
این معنیش معلومه. برده کردن یعنی چی؟ زنان و کودکانش را برده کردن و مرزبان را بگرفتن و گردن بزدن. حالا 700 هزار درم ازش گرفته و اون چیزایی که خوندیم و حالا دست پیدا کرده، صلح کرده بود. حالا ببین چیکار داره میکنه. و دیوارهای قلعه ویران کردن، پس روی به گرگان نهادن و بر در شهر فرود آمدن و منجنیق ها بساختن و بفرمود تا آتش انداختن گرفتن و شهر را بستدند به قهر. اینا مدافعان شهر گرگان بودن در واقع. میگه به زور شهر گرفت و 12,000 مرد را اسیر کردن و رودیس اونجا فرود آمدن و بانک فرمود کردن به لشکراندر که هر که خون خواهد دست به کشتن گیرد. کس بود که او را 4 و 5 کس میبایست کشتن. تقسیم کرد آدم ها رو، شهر گرگانی ها رو، بین همین حیوانات که با خودش آورده بود، که هر کس اسیرش سر ببره. میگوید هر عربی 5-6 نفر داشت که سر ببره. خب و یزید بفرمود تا آب بدون رودها افکندن تا با خون کشتگان به یک جا برفت و آسیا بنهاد و گندم آس کرد و نان پخت و بخورد تا از سوگند بیرون آمد. و جز از این کشتگان 4,000 نفر دیگر را بفرمود بردار کردند و خواسته ها را همه گرد کرد، یعنی همه اموال مردم را غارت کرد، جمع کرد و 5/1 اون بیرون کرد و باقی بر مسلمانان بخش کرد. 5/1 رو بفرسته برای خلیفه، رئیس کل مسلمین که در روزگاری در دمشق بوده، بقیهش هم بین دزدا تقسیم. این کجاش مذهبیه؟ کجا این عمل دینیه؟ ببینه بفرمایید کسی بر از این آخونده ها، ماخونده ها، نمیدونم کی، ریشوها، ببینیم این اعمال کجاش دینی و مذهبی. آیا این اعمال اسلامی بوده یا نبوده؟ خب بوده، در اسلامی بودنش که شک نداریم که. این خلقیات دینیه به نظر شما؟ چه مأموریتی داره یک مش نادانان بیابان که بخوان خلقیات بیابانی رو به همه جهان با شمشیر تحمیل بکنن؟ اسمش گذاشتن دین الهی. این بوده از تاریخ این دزدان مدینه و دزدان دمشق در ایران زمین. وقتی تیغمو نبرید، جنگ کردیم با اینا که بیرونشون کنیم، دینشون هم بفرستیم به مملکت خودشون. بابک خرمدین 22 سال در این کوههای آذربایجان جنگ میکرد که اینا رو حیثیت این مملکت رو پس بگیره. وقتی نشد، شیعه گری اختراع کرد، صوفی گری اختراع کرد، این اواخر هم بهائی گری اختراع کرد. همه انشعابات در ایران شد، چون این یک وصله ناجوری بود به تن این ملت. همه چیزش غیر عادی بود، زبون غیر عادی، خدای غیر عادی، رفتار غیر عادی. این مملکت، مملکت آباد کردن گیتی و شاد زیستن و در هر ماه جشن گرفتن و به طبیعت توجه کردن و خداشناسی بوده. اساسا روحیه این آدما هیچ کدوم روحیه دینی و مذهبی نداشتن، هنوزم ندارن. نمایندگان اسلام عزیز، بازماندگانش هم این آخونده هستن. شما نشان بدید ببینیم آیا فسق و فجوری، کثافتکاری، دزدی، بیناموسی چیزی هست به قول عوام که این آخونده نمی کنن به نام اسلام؟ و درست هم هست، اسلامی خوب نمونه هاش بوده، کردن بزرگان اسلام از این کار. یکی میگه تجاوز کنید، همین این داستان برده کردن یعنی این، چون یارو تا زن و بچه مردم برده میکرد، شروع میکرد اول تجاوز کردن. اینا هم همین کارو دارن میکنن، به جهت این که میگن اینا برده هستن، اینا دشمنان اسلام هستن، در میدان جنگ ما گرفتیم، حالا برده هستن، میخوام تجاوز کنیم بهشون. فکر نکنید اینا نمیفهمن دارن چیکار میکنن. این آقای جنتی که اونجا فتوا میده که ببرین تو زندان ها اینا رو ریپ کنی، تجاوز کنی، این تاریخ ها رو میدونه. خب اون خلقیات بزرگان دین رو میشناسه. یه نمونهش بود خدمت رو خوندم. بدین وجه اسلام عزیز وارد گرگان شده، لااقل گرگانی ها بشناسن.